در چند ویدیو قبلی به شما گفتیم که قرار ما مکانیابی مدرسه رو انجام بدیم در گام اول که نیاز به لایه ارتفاع داشتیم و کاور اراضی و اوقات فراغات مدرسه، اینا رو به محیط آرکمپ اد کردیم و توضیحات در مورد این لایه ها دادیم و گفتیم که چرا این شروط رو برای مکانیابی مدرسه انتخاب کردیم. خب در گام بعدی من قراره که از لایه مدیر حکومت ارتفاعی شیب تهیه کنم و از لایه اوقات فراغت و مدرسه که صحبت از فاصله بود نقشه‌ای تهیه کنم، تطور نقشه دیستانس یا نقشه فاصله. خب اینجا من یکم بیشتر توضیح بدم قبل از که کار عملی رو انجام بدم، اینه که خب ما دم داریم، خب خود دم به تنهایی نمیتونه کمک کنه، باید از اون شیب تهیه کنیم و بعد بگیم که کدام شیب‌ها اهمیت بیشتر برخوردن، زمینایی که شیب کمی دارن وزن بیشتری بهش بدیم و زمینایی که شیب بیشتری دارن وزن کمتری بهش بدیم. و چون در اوقات فراغت گفتیم که مدرسه باید نزدیک به اوقات فراغت باشه، پس ما اینو باید تبدیل به نقشه فاصله کنیم که در واقع همه پیکسل ها ارزش فاصله می بگیرن و به ما این فایل رستری نشان بده و نشون بده که هر سلول تا اوقات فراغت چقدر فاصله داره. البته فاصله کسانی فاصله منحتن نیست، فاصله اقلیدوسیه. بچه هایی که فیلم آمار مکانی من رو دیدن کلن این مبحث رو متوجه میشن. و بعد گفتیم که مدرسه جدید باید از مدارس فعلی دور باشه و اینم دوباره نقشه فاصله لازم داریم که هر پیکسل نشون بده که چقدر ما با مدرسه فاصله داریم و بعد بیایم پیکسل هایی که به مدرسه نزدیکن ارزش کمتر وزن کمتر بدیم و پیکسل هایی که دورن وزن بیشتر بدیم و در لایه فاصله از اوقات فراغت هم یا تفرجگاه ها باید پیکسل هایی که نزدیک به اوقات فراغت هم وزن بیشتری بگیرن و پیکسل هایی که دورن وزن کمتری رو به خودشون اختصاص بدن. حتما ویدیو بعدی